درود گرم بر بینندگان تلویزیون برابری. گفتاری پیرامون بحران زیست محیطی در جهان. سیل، طوفان و خشکسالی دو وجه یک سکه هستند. این سکه سیاه امروز بحران زیست محیطی نام دارد. این بار طوفان نه در آمریکا یا در فیلیپین خانه های چوبی پیش ساخته را ویران کرد یا آلونک ها را. این بار سیل و طوفان در اروپا، در آلمان، بلژیک و هلند روی داده است. در این فصل سال طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل یک طغیان نابجاست، زیرا شرایط جوی در این کشورها و در سطح جهان دگرگون شده است. از عمر کره زمین بر مبنای تحقیقات زمینشناسی بیش از 5.5 میلیارد سال می‌گذرد. در تاریخ معاصر بشری در طی چند هزاره گذشته و در طی صده‌های معاصر ترکیب آب و هوایی بر نرمال طبیعی و حرکت زمین در گردش بوده است. دوران در واقع سرد و دوران گرم به عنوان آلترناتیو ظاهر شدند، اما در دو دهه گذشته اوضاع به گونه ای دیگر تغییر کرده است. از دهه 70 پدیده‌ای در جهان پدید آمد به عنوان توجه به محیط زیست. طی 3 دهه از 70 تا پایان دهه 90 مسئله بشریت به خصوص در اروپا و در آمریکا صلح بود و پرهیز از جنگ اتمی، زیرا پس از بمباران شیمیایی 2 شهر مهم ژاپن در پایان جنگ تخریب وحشتناک اتم در بشر وحشت ایجاد نمود و هنگامی که با روی کار اومدن رونالد ریگان در اروپای غربی و به خصوص در آلمان موشک‌های حامل بمب اتمی مستقر شد و در مقابل اتحاد شوروی پیشین در چکسلواکای و آلمان شرقی به مقابله پرداخت و موشک‌های اتمی را مستقر ساخت، در اروپا تظاهراتی به پشتیبانی از صلح برگزار شد و در واقع نخستین گروه های طرفدار محیط زیست گروه های طرفدار صلح بودند. اون چه که خطری که جدی می گرفتن نیروگاه های اتمی بود، خطر انفجار به خصوص در سال 86 که چرنوبیل در اوکراین کنونی منفجر شد و آسیب زیادی رسوند، تلاش برای برچیدن نیروگاه های اتمی بخصوص در آلمان بالا گرفت تا جایی که پس از 2 دهه دولت جدیدی در آلمان روی کار آمد با ترکیبی از حزب سوسیال دموکرات و حزب نوبنیاد سبزها و رآکتورهای
اتمی را که برق تولید می کردن تعطیل اعلام نمود، به طوری که تا سال 2032 آخرین نیروگاه اتمی آلمان برچیده میشه. اگرچه یک بار دولت محافظه‌کار دموکرات مسیحی و لیبرال ها از این قرارداد برگشتن، اما با اتفاقی که در ژاپن افتاد و اوکوشیما، در اوکوشیما راکتورهای اتمی آسیب دیدن، آلمان به موقعیت خودش برگشت. اما در دو دهه گذشته فراتر از مسئله اتمی، گرمی هوا مزید بر علت شد. گرمی هوا هیچ دلیلی نداره جز افزایش انیدریت کربونیک در هوا. میزان افزایش انیدریت کربونیک باعث شده که دمای هوا بالا بره. این دمای هوا اوضاع را دگرگون کرده است. برای نمونه آلمان در سال 2018، یعنی 3 سال پیش از این، با مشکل گرمای تابستان و بی آبی ناشی از کمبود باران مواجه شد. کمتر از 2 دهه پیش از آن سیل در ایالت‌های شرقی جاری شد. اما در سال 2018 خشکسالی باعث شد در 2 ایالت شرقی بخش مهمی از جنگل ها از بین رفتن. امسال قضیه برعکس شد. افزایش میزان بارندگی باعث طغیان رودخانه ها شد. از رود راین که سرچشمه در خاک اتریش داره و از سوئیس میگذره و وارد آلمان میشه، تا ماین که سرچشمه در کوههای کارپات چک داره، جمهوری چک داره، و همچنین رودخانه های داخلی آلمان، 2 ایالت مهم آلمان بخشی زیر آب فرو رفت. در ایالت رانلند در غرب کشور، در مرز فرانسه، و همچنین نوردراین‌وستفالیا، 2 ایالت مهم صنعتی آلمان. میزان خسارت بسیار زیاده. تا کنون حدود 150 تا کشته پیدا شده. شاید شمار زیادتری هم در روزهای آینده پیدا بشه. خانه های زیادی ویران شده. صدها هزار نفر شرایط زندگی خود را از دست دادند. خانه هایی با استحکام فراوان در هم ریخته که هرگز تصورش هم نمی شد. زیرا در طی صدها مسیر این روزها که گاه تا 8 فوت که ارتفاع آب بالا میآید آسیبی به اطراف نمی رسانه. اما این بار طوفان و سیل آلمان را به لرزه در آورد. در نقطه مقابل خوشسالی کشور ایران را از پای در آورد. در شرایطی که همکنون خوشسالی در خوزستان بیداد میکنه، در کرمان در شرق ایران سیل جاری شده. همون گونه که این وقت سیل در آلمان غیر قابل انتظاره، در استان کرمان هم غیر قابل انتظاره. اما سیل در کرمان هم در این 2 روز گذشته ویرانی به بار آورده و همچنان ادامه داره. در آلمان تداوم سیل به خاک بلژیک و هلند کشیده، زیرا رود راین از این 2 کشور هم میگذره و بالا آمدن سطح راین
چندین شهر بلژیک رو هم در بر گرفته، با زحمت زیاد، با کمکی که از خارج به خصوص از انگلستان و فرانسه صورت گرفته، شمار زیادی از مردمی که در محاصره سیل بودن از خانه ها نجات پیدا کردن، اما خانه ها به سیل سپرده شده، وسائل خانه ها به سیل سپرده شده، در بسیاری از جاها در هم شکسته، صدها دستگاه خودرو را سیل با سرنشینانش برده یا بدون سرنشینان. در آلمان ارتش بیاری مردم اومده با امکانات و تجهیزات مدرنی که ارتش داره. با وجود همه اینها همچنان انبوهی از داوطلبان با عواقب سیل درگیر هستن، اما سیل همچنان در بعضی جاها فرو ننشسته و خطر همچنان تهدید میکنه. اون چی که در دنیا روی میده، از اروپای پیشرفته تا آمریکای پیشرفته تا ایران عقب مونده، پیش از اون که ناشی از طبیعت باشه، ناشی از خطای انسانی است. در سال 2015 میلادی در پاریس کنفرانس محیط زیست تصمیم گرفت که سال 2050، یعنی در طی 35 سال آینده، اجازه ندهند دمای زمین از 1.5 درجه کنونی بالاتر بره. اما تا به امروز اقدام چندان مؤثری صورت نگرفته. خودروهایی که سوخت فسیلی دارن، یعنی بنزین و گازوئیل یا دیزل مصرف میکنن، همچنان خیابانها را پوشش میدن. رقابت برای داشتن اتومبیل های لوکس بالا میره. خودروهایی که در ایران به نام شکاری معروف میشن، در اروپا لند واگن میگن، با مصرف زیاد از 8 سیلند به بالا، روز به روز در خیابان ها بیشتر ظاهر میشه. وعده دریافت این خودروها از 1 تا 3 سال هست، به اندازه مشتری داره. با وجود سال کرونا میزان تولید خودرو در سال گذشته افزایش پیدا کرده. سود شرکت های اتومبیل سازی بالاتر رفته و همچنان صنعت خودروسازی یک صنعت ممتاز چند کشور مهم صنعتی جهان از جمله آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، چین، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، لهستان، چک و روسیه. البته هند و برزیل هم هستن، مکزیک هم هستن، کشورهای دیگر هم هستن به اضافه آفریقای جنوبی. وقتی که به یک مجموعه نگاه میکنیم، دشمن محیط زیستن. در حال حاضر تلاش بر این است که نوعی موتورهای برقی، یعنی الکترونیک، جایگزین این موتورهای فسیل سوخت بشه. اما برای اروپا سال 2035 را تعیین کردند، یعنی 15 سال دیگر میخوان دیگه در اروپا شماره گذاری نکنن. اما تا سال 2035 که همچنان این خودروها شماره گذاری میشن، در خیابانها در حرکتن و گرمای زمین نه 2 درجه بلکه 4 درجه بالا خواهد رفت. اون وقت دیگه طوفان قابل کنترل نیست، سیل قابل کنترل نیست، جابجایی هوا، تشدید بحران
قابل کنترل نیست. جهان سرمایه داری با تاکید بر این قضیه، تولید بیشتر، تولید برای بازار، بازار برای تولید، عملا چه بسا زندگی کلیت بشریت را و موجودات زنده گیاهی و حیوانی را از روی زمین به خطر میندازه. این افزایش هوا در ظاهر امر چندان مهمی نیست، اما واقعیت این است. مدت ها می گفتن که سوراخ اوزون اگر کره هوا در دور زمین آسیب ببینه، اکسیژن هوا خارج بشه، موجودی روی زمین باقی نمیمونه. قضیه خیلی خیلی ساده نیست که یک کسی مثل ترامپ بگه دیرتی ورک، کار کسی، نه، تولید کسی، یعنی تولید با زغال سنگ، تولید با سوخت‌های در واقع کربن‌زا زندگی کل بشریت رو به خطر می‌اندازه. همتون تا الان به خطر انداخته. اگر چه راه‌حل‌هایی هم که پیدا میشه به نحو دیگری آسیب می‌رسونه. کالای جانشینی به جای برقی که از زغال سنگ تولید میشه، امروز استفاده از انرژی خورشیدی است، استفاده از باد، انرژی موجود در هواست. اما تعبیه دکلهایی که انرژی هوا را میگیره مستلزم ویران کردن زمینهای زراعتی و کشت و زره. ایجاد تأسیسات یعنی ایستگاه‌های خورشیدی بر روی زمین به نوبه خود نیازمند از بین بردن زمین‌های زراعتی است. اما جانشین موتورهای فسیلی سوز با برق هم مشکل دیگری را ایجاد می‌کنه. دینامیک تولید میشه تا به جای موتور احتراقی کار کنه داشت. به نوبه خود محیط زمین را آلوده میکنه و از بین بردن اونها خودش ملتزم سرمایه گذاری کلان است. وقتی اینها را در برابر هم قرار میدیم، میبینیم که شرایط کاملا پیچیده‌ای به وجود آمده. این شرایط پیچیده نیازمند همکاری کل بشریته، اگرچه مسبب اصلیش سرمایه داریست، اما دولت ها هم به نوبه خود، اونهایی که قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی را در دست دارن، به نوبه خود به این ویرانی کمک میکنند. برگردیم به نقش این تخریب محیط در ایران. دمای زمین که بالا رفته خود به خود برای کشورهای کم آب از نوع ایران آسیب دوگانه داره. اما فراموش نکنیم بشر بایستی با اون چه که در اختیار داره نهایت صرفه‌جویی و قناعت رو انجام بده. در 50 سال پیش از این مردم ایران از گرمابه عمومی استفاده می کردن.
امروز در هر خونه یک دوش اختصاصی هست. البته در هر خونه، نه در خونه همه فقیر فقرا، ولی دست کم در میان لایه های مرفه جامعه که دست کم بخش مهمی از جمعیت کشور را تشکیل میدن. در چندین شهر ایران سیستم اگوسازی است، یعنی سیستم فاضلاب را میبره، اما این فاضلاب ها تصفیه نمیشن و در نتیجه وارد رودخانه ها میشن و در شرایطی که رودخانه ها با کم آبی مواجه هستن این محیط را آلوده میکنه. اگوسازی اهواز فاضلاب به کارون میریزه. این فاضلاب ها را در یک جای جمع نکردن مثل کشورهای اروپایی. در اروپا وقتی فاضلاب های شب در یک جا میره، اون آب اونچنان تصفیه میشه که میشه آب را در لیوان ریخت و نوشید. هیچ آثاری از اون آلودگی در اون آب نمیمونه. این آب را دوباره به رودخانه ها برمیگردونن و اون جایی که رودخانه ها نیست این آب را به ذخیره زیرزمینی برمیگردونن. این اقدام تا کنون در ایران عملی نشده. از قدیمی ترین شهرها رشت، کرمانشاه، آبادان، اصفهان، اهواز که سیستم اگوسازی داره، آبادان به دریا میریزه، به بهمنشیر میریزه، رودخانه بهمنشیر، در کرمانشاه به آبشوران میریزه، در رشت به رودخانه میریزه، در اصفهان به زاینده رود و در اهواز به کارون. و اینه که آب کارون کم شده، تعفن شهر اهواز را در بر گرفته. یعنی یک طرف آلودگی محیط زیست است، یک طرف کمبود آب. بخشی از کمبود آبی که امروز در سطح کشور ایران جاری است ناشی از سیاست‌های نادرست رژیم کنون است. در ایران بر روی هر رودخانه کوچک و بزرگ سد ساختن، آب را جمع می کنند، در برابر تابش آفتاب قرار می دن تا بخار بشه. سدی که سد قابل توجهی نباشه آبش بخار می ره. اما تغییر مسیرها زندگی مردم را دگرگون می کنه. استان خوزستان در طی هزاران سال یکی از استانهای پر آب کشور بوده. چرا؟ آب کوهستانهای زاگرس به خوزستان برمیگرده. از استان کرمانشاه تا لرستان تا نواحی بختیاری از شمال و شرق وارد خوزستان میشه. از سوی دیگر آبی که از کوههای زاگرس در خاک ترکیه امروز سرچشمه میگیره، بخشی از عراق و بخشی از ترکیه عراق و سوریه را مشروب میکنه و به نام اروندرود یا شط العرب وارد میشه، از کنار خوزستان میگذره. اما با این همه مردم خوزستان امروز در برابر کمبود آب آشامیدنی و آب زراعتی در مضیقه هستند. در چند روز گذشته در چند شهر از شهرهای خوزستان تظاهرات برقرار شده، بخصوص در شادگان، امیدیه و شهرستان بستان و همچنین اهواز. مردم اهواز در دو منطقه جاده اهواز را، یکی اهواز به ماشر و یک بار اهواز به اندیمشک و شوش را بستن،
تظاهرات شبانه برگزار کردند، زیرا در طول روز شدت گرما به گونه ای است که نمیتوان اجتماع کرد. بنا به اطلاع امید صبری پور، سرپرست فرمانداری شادگان، یکی از اجتماع کنندگان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی جان باخته. البته ایشون نگفته که نیروهای امنیتی، گفته به اون تیر زدن و معلوم نبوده کی بوده، اما مشخصا کار سپاه بوده. مردم در اهواز هم در برابر مرکز سپاه جمع شدن. استاندار استان خوزستان آقای قاسم سلیمانی اشتکی در کمال گستاخی منکر تظاهرات مردم شده، میگه این تظاهراتی که در رسانه‌های اجتماعی انتشار یافته مربوط به گذشته است. فرماندار گفته هست، گفته برگزار شده. استاندار گستاخ منکر شده. در چند روز گذشته اینا اومدن از طرف دولت نماینده آب جمع شدن صحبت کنن، اما جسد گفته چون نیم کردار نیست. ابتدایی ترین کار در هر کشوری این است که 50 دستگاه خود رو را بندازن، در طول روز دستکم به مردم آب برسانن تا وقتی که جوی آب را بیفته، تا وقتی که لوله آب را بیفته. ابتدایی ترین کاری که در این شرایط میشه کمک فوریه. کمک فوری یعنی حمل آب با تانکر. کمک فوری یعنی رساندن آب برای دامداران. کمک مالی به کشاورزانی که محصولاتشون در بی آبی سوخته. شمار زیادی از روستاهای خوزستان در طی 2 دهه گذشته برچیده شده، اما هنوزم حدود 700 روستای خوزستان با مشکل بیابی و کم آبی دست به گریبان هستند. حالا شهرها هم اضافه شده. گرمای 50 تا 55 درجه و نبودن آب، آبی که برای شستشو و برای آشامیدن نیاز اولیه بشر. چرا آب به خوزستان نمیرسه؟ استانی که 5 رودخانه مهم خودشو داره و چند رودخانه از خارج واردش میشه. خب یکی از این قضایا این است که آب را از سرچشمه منحرف کردن. سیاست حکومت جمهوری اسلامی در انتقال سرچشمه کارون و بهمنشیر به فلات سیاست کاملا نادرستی بوده. اگر در ایران پای توسعه باشه، ایران پیش از اون که مستعد توسعه کشاورزی باشه مستعد توسعه صنعتی است و یکی از مکانهای مناسب برای توسعه صنعتی همین ساحل کارونه. رودخانه‌ای که حدود 950 کیلومتر طول داره و در مسیر 500 کیلومتر آن میتواند یا میتوانست تأسیسات صنعتی ایجاد بشه. اشتغال مردم از موضع صنعت به مراتب بیشتر از کشاورزیه. اما این سیاست یک سیاست تبهکارانه بوده. در ایران تلاشی برای استفاده از آب دریا برای استفاده منازل صورت نگرفته،
آب شیرینی که میبایستی به صرف کشاورزی برسه، این تبدیل شده به آب آشامیدنی شهرها. در آب آشامیدنی شهرها وارد فاضلاب‌ها شده و به صورت آب آلوده وارد زمین شده. بهره‌برداری کشاورزی از اون صورت نمیگیره. بهره‌برداری صنعتی هم به همچنین. در حالی که میتونستند از دریای خزر و همچنین از دریای جنوب با شیرین کردن آب، آب جاری لوله کشی شهرها را تأمین کنند. نیازی نبوده آب زاینده رود را قطع کنند، آب کارون را قطع کنند و به حوزه علمیه قم آب شیرین برسونند. میتونستن آب دریا را هم شیرین کنن و به قم و صابر کاشان و یزد ببرن. اما آبی که از سرچشمه قطع شده خوزستان را به روز سیاه نشونده و اونجایی که یک اقلیت قومی ملی هستن، مردم عرب زبان. در چند روز گذشته مردم به زبان عربی شعار می دادن: آب ما کو؟ کارون ما کو؟ آب ما را چرا دزدیدید؟ درستم میگن، آبی که در طول هزاران سال زندگی اونها را سازمان داده دزدیده شده، به رفسنجان رفته، بیاز رفته برای کشت پنبه، نه برای کشت پسته، نه برای تولید صنعتی، برای تولید خشکبار و صدور. سود اون به جیب استولا، اسکرولادی و خانوادش و حیبولادی، رفسنجانی و خانوادش و بستگانشون رفته. زیان اون به توده مردم خوزستان، توده مردم اصفهان. بی‌جهت نیست وقتی عفونت شهر اصفهان را در بر می‌گیره. در فشار مردم چند ساعت که آب زاینده رود را باز می‌کنن، مردم با هلهله استقبال می‌کنن. زیرا عفونتی که رودخانه را گرفته با جاری شدن آب از بین رفته. هنوز هم در فکر علیل رهبران جمهوری اسلامی که منتظر ظهور امام زمان هستند نمی گنجه که این فاضلاب را باید تصفیه کرد. همون گونه که 100 سال در کشورهای اروپایی انجام میشه. در یک شهر چینی که در قرن 19 و آغاز قرن 20 توسط آلمانی ها شهرسازی شده، فاضلابش تصفیه شده. یعنی اون چی که در 100 سال پیش در اروپا جاری بوده، 120 سال پیش در اروپا جاری بوده، پس از 120 سال هنوز به ایران را نیافته. این دستاورد بشری است. همینجوره که صاحب ماشین های لوکس میشن، لوکس ترین ماشین ها را زیر پا میندازن، شماره پورشه های نمره شده در تهران از هر پایتخت اروپایی بیشتره، اما اونجایی که ضرورت اجتماعی غافلند. چرا؟ به خاطر اینکه احساس میکنن این کار سودی نداره. آب دزدی سود داره. آب را از یک جا رفته میفروش، پول به چیز میزنه، پسته میکاره، سود به چیز میزنه. اما برای سرمایه گذاری کلان در بخش صنعت، کشور به اندازه کافی امکانات داره. وضعیت آلودگی هوا در ایران به مراتب از همه کشورهای اروپایی بدتره و به همین ترتیب خطر سیل و خطر کم آبی در ایران زیادتره. در شرایطی که سیستان و بلوچستان
با خوشحالی مواجهن، کرمان را سیل در بر میگیره، در جایی که خوزستان را خوشحالی در بر میگیره. باید منتظر شد فردا در یک نقطه دیگه ایران سیل دوباره را بیفته. چرا؟ چون تغییر هوا یکی از موجباتش خود مردم هر جامعه و در رأسشون دولت ها هستن. سرمایه داری چه در اروپا چه در ایران مسبب این بدبختی است. نظام سرمایه داری در جهان پیشرفته با تولید انبوه، گسترش بیرویه از منابع طبیعی، سوخت بیش از حد مواد نفتی و زغالی به دمای هوا می افتاد، استفاده بیرویه از جنگل ها، تبدیل جنگل ها به زمین های زراعتی یا ویرانی جنگل ها برای گسترش صنعتی. در این تغییر آب و هوایی نقش داره، اما در کشور ما فقط یکی نیست. امروز خوزستان با مشکل بی آبی مواجه است، در این حال با مشکل بیکاری مواجه است، در این حال مردم با بیماری کرونا دست به گریبانند. مشکل بیکاری، عدم توجه به صنعت، عدم توجه به اشتغال به نحو خودش ویرانگره. کشور ایران در آستانه انقلاب مرز 35 میلیون جمعیت داشت. امروز این جمعیت به 85 میلیون رسیده. خوشبختانه در 10 سال گذشته آهنگ رشد جمعیت کند شده. اگرچه خامنه ای و دیگر آخونده گوزر کردن، اگرچه الان تبلیغات گسترده ای را انداختن برای اولاد بهتر، بچه مدرسه نداره، شهریه کودک دبستانی شده 20 میلیون، شهریه هنگفت دانشگاهی که مدرکش هم ارزشی نداره از توان خانواده ها خارجه، امکان ازدواج برای جوان ها وجود نداره. طبیعیه که آهنگ رشد جمعیت کند بشه، اما 85 میلیون جمعیت هم به سهم خود زیاده. متناسب با این 85 میلیون جمعیت سیاست صرفه‌جویی در آب پدید نیومده. اینجا و اونجا تلاشی برای صرفه‌جویی در آب یعنی آبیاری قطره‌ای ایجاد کردن، اما سمبولیک و ناکافی. کشت برنج در ژاپن و چین دیگر به شیوه سنتی، حتی در هند به شیوه سنتی انجام نمیگیره. آب را رها نمیکنن در زمین فرو بره، یک لایه پوشش زیر زمین میندازن، خاک بر روی اون میپوشانن و کشت برنج را با حداقل آب سازمان میدن. در ایران الان دارن از آب چا استفاده میکنن، یعنی زمین ها را خالی میکنن که برنج کش کنن، در حالی که سیاست دیگری برای کشت برنج این است که از میزان مصرف آب کم بشه، با آب کمتر برنج کش بشه. وقتی که حکومت تلاش میکنه که برنج وارد نکنه، کمبود آب شاخص‌تر میشه. اگر قرار مردم با کمبود آب مواجه نشن، کمترین سیاست این است که حکومت در بخش کشاورزی هم صرفه‌جویی کنه، آب به هدر نده. اون جاهایی که آب کمه، تأسیسات صنعتی نذاره که
کاهش آب کشاورزی رو با خود داشته باشه. نمونه زندش مثلا شهر نیشابور، تاسیسات فولاد زدن، آب شهر نیشابور از کاریزا و قنات هاست. با کارخانه فولادی که اونجا زدن آب کشاورزا نمیرسه، در حالی که خراسان جنوبی کلن منطقه کم آبیست. یعنی از یک طرف سیاست مستضعف پناهیست، از یک طرف عدم توجه به محیط زیست. ایران نیازمند یک برنامه ریزی جامع است. این برنامه ریزی میتونه یک برنامه ریزی دموکراتیک سوسیالیستی باشه، مطابق نیازهای جامعه، کشور، مناطقی که در خور توسعه صنعتی هستن بره دنبال توسعه صنعتی، مناطقی که در خور توسعه کشاورزی هستن بره دنبال آبیاری مدرن امروزی. بهره برداری بیهوده از آب ملت را به نیستی می کشونه. این نیستی را ما امروز در ایران شاهد هستیم. خوزستان تنها نیست، همین بحران در آذربایجان وجود داره. کاهش سطح آب دریاچه رضائیه منطقه آذربایجان غربی و شرقی را در آینده نچندان دور به نمکزار قم تبدیل خواهد کرد. همینجور همین بحران در فارس، دریاچه های کوچکی که در فارس بسته شده، جنگ 8 ساله در خوزستان، تلاش دو طرف جمهوری اسلامی و عراق برای پر کردن باطلاق‌ها موجب حرکت شنهای روان شده. بهره برداری نادرست از آب زیرزمین، خالی شدن زمین و ایجاد کسل‌ها رو شده. مجموعه اینها زندگی مردم ایران را تهدید می‌کنه. اگر سیلی که در اروپا جاری شده در تهران جاری بشه 500 تا تلفات نداره، 100 هزار تلفات داره، میلیون ها نفر تلفات داره. میبایستی تا دیر نشده چاره کار کرد، که فردا دیر است.